بازی با راهن خب یه تغییر تحولاتی تو استقلال صورت گرفته بود. آقای حجازی سرمربی تیم شدن و هم بازی میکردن، هم کاپیتان تیم بودن، هم مربی تیم بودن، یعنی سه وظیفه در استقلال داشتن. و خب بازی که در شیرودی انجام شد بازی بسیار خوب و روانی بچه ها انجام دادن. احدی، چنگیز، مجدداً احدی مظلومی رو در کنارش داره، خودش اقدام به شوت می‌کنه و ضربه احدی در 11 دقیقه و 30 ثانیه پس از شروع، یار 11 استقلال، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در جاکارتا به آوت میره. فردلی نیا، خضرایی رو توپش اثر میگذاره، مجدداً خود فردلی نیا، حالا اصغر حاجیلو، فرصت برای شوت داره حاجیلو، چنگیز یه توپ رو توی یه کده به حاجیلو میرسونه و ضربه اصغر حاجیلو توی دستای ملک احمدی جا میگیره. 21 دقیقه رو میگذرونیم که حاجیلو برمیگرده که جاش خالی نمونه. رجبی، فردلی نیا، مراغچیان، بیژن طاهری رو در راست داره و چنگیز رو در چپ. به طاهری، یه توپ خوب به چنگیز و ضربه سر چنگیز رو ملک احمدی به عنوان مهمترین ضربه‌ای که در طول 28 دقیقه و 40 ثانیه از شروع زده شده جمع میکنه. باستانی، صالح آبادی برای حسین کرمانی، جلوی دروازه فقط تابانی رو داره کرمانی که احیانا بتونی کاری رو صورت بده، ترجیح میده با بیرون بازی کنه با صالح آبادی و ناصر حجازی با زیبایی. فردلی نیا اجازه نمیده که خیراندیش به توپ برسه. بهتاش فریبا، یه توپ برای بیژن طاهری، توپ بسیار خوبی هست، حالا بهتر صاحب توپ میشه، جلوی دروازه خنونی‌زاده دور میکنه. گل اول رو روی سانتی که از جناح راست انجام شد و ضربه سری که من زدم گل پای آقای چنگیز افتاد و ایشون توپو گل زدن. حالا چنگیز و توی دروازه، ضربه سر عبدالعلی چنگیز در 37 دقیقه و 20 ثانیه پس از شروع با پشت سرش در شاید که ملک احمدی از دروازه بیرون آمده بود و پس از اینکه ضربه اول رو پرویز مظلومی به توپ زد توی دروازه راهن جای میده 11-17 و حساب رو 1-1 برای استقلال میکنه. مل ایجاد میکنه رجبی و بعد روی توپ کار میکنه، پاس خوب از بهتاش فریبا به بیژن طاهری، باید ببینی با چشم باز باید عمل کنه. مظلومی و توی دروازه و گل دوم استقلال از ضربه سر پرویز مظلومی و از پاس بیژن طاهری شکل میگیره و حساب رو پس از 8 دقیقه و 32 ثانیه که از نیمه دوم رو پشت سر میگذاریم 2-0 به سود تیم فوتبال استقلال میکنه. گل اول رو چنگیز و گل دوم رو پرویز مظلومی، به ثمر میرسیم. جا میذاره غنی‌زاده رو جلوی دروازه، تعداد آبی پوشا کم کم زیاد میشه، سانتر بسیار زیبا از او از دستای ملک احمدی رها میشه. بعد از اینکه چنگیز رو اثر گذاشت، گل سوم استقلال و گل دوم خودش رو به ثمر میرسونه. حالا سرعت بازی رو زیاد کرده استقلال. احدی توپ خوب میرسه روی سر مظلومی و ضربه سر پرویز مظلومی رو ملک احمدی به کورنر میفرسته. فردلی نیا برای بهتاش، فرصت برای همه کار و گل از ضربه بهتاش فریبا و تعلل دفاع راهان. بهداشت خوب روی توپی که فردلی نیا صاحب شد روزنه رو پیدا کرده، رفت تو پشت خط دفاعی به توپ رسید و گل چهارم وسیله بهداشت فریبا. و در حیرت و تأمل و بی‌تحرکی دفاع راهان به ثمر میرسه و 4-0 میشه. 3 دقیقه رو حدودا میگذرونیم که بهداشت فریبا گل چهارم رو برای استقلال
ثبت میکنه. حاجیلو فردلینیا به حاجیلو کوتاه میفرسه. حاجیلو حالا مراغچیان به طاهری، فرصت برای شوت داره، به چنگیز مجدداً خودش، یه پاس خوب به چنگیز داخل محوطه جریمه و پنالتی. اعلام پنالتی میکنه آقای خوشخان. برخورد مشتاق خیراندیش و فنونی‌زاده با خوشخان درست نیست. مربی راه آهن اصغر تقی‌بی داخل زمین میشه که تیم رو آروم بکنه. یک اخطار هم به فنونی‌زاده میده آقای خوشخان. فاصله زیاد بود و تشخیص صحت تصمیم داور برای تغییر از این فاصله مقدار دشواره. پشت این ضربه عبدالعلی چنگیز ایستاده که ضربه رو بزنه، میره که ضربه رو بزنه و گل پنجم استقلال رو به ثمر میرسونه. این طرف زمین صحنه زیبایی است که حجازی میاد و با رجبی صحبت میکنه در رابطه با اینکه چنگیز پنالتی رو زد که کار کاپیتان استقلال زیبا. چنگیز هم میاد و با حجازی صحبت میکنه و به هر صورت کار زیبایی بود.